تا کمتر از یک ماه دیگر سال مالی 1401 پایان می‌یابد. وزارت مالیه می‌گوید در 11 ماه گذشته توانستند تا 170 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کنند. مسئولان در این وزارت می‌گویند که تلاش می‌کنند تا با گسترش فعالیت‌های اقتصادی عواید را بلند ببرند. وزارت مالیه یکی از دلایل افزایش عواید را مبارزه با فساد می‌داند. د عواید دو سطح سشکل ماشاءالله نه یوازې تیر کال بلکه تیر کلو ته په مقایسه ډیره ښه روانه ده. د دلوی میاشت تر اخیره پورې مالیه وزارت نږدې 170 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو، که دا پرتله کړو د تیرو کلونو سره فیصدي په لحاظ او ارقام په لحاظ ډیر زیات لوړ عواید دي. شماره از اعضای سکتور خصوصی افزایش عواید را یک گام مهم در مدیریت اقتصادی کشور می دانند و می گویند که دولت برای افزایش بیشتر عواید تسهیلات را برای سرمایه گذاران فراهم کند و برخی مشکلاتی که فرارای سرمایه گذاران وجود دارد را نیز بردارد. کسی که عواید گرفته می شود باید خدمت هم برشان شود، ایجاد کار شود، همین مزدود بودن رای ترخمی یا کلش مشکلات است به تاجر، عواید هم از آدرس تاجر جمع می شود. پیشنهاد ما ای است که قدری که عواید جمع میشه باید به ما اندازه. حکومت مسئولیت داره در قبال ملت خود، در قبال تاجر خود، در قبال یک پیشاور خود که باید ایجاد سهولت داشته باشند تا که از سهولت استفاده کنند و عواید خوبی بیشتری هم به دولت بگذارند. آگاهان اقتصادی اما به این باورند که حکومت زمان میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند که روی پروژه های بزرگ تمرکز بیشتر داشته باشد. یعنی طبیعی منابع چې په ملک موجود وي هغه د ملک د اقتصاد د رشد لپاره یو له هغه اجزاونه ده چې کولی شي یو مملکت اقتصاد رشد وکړي، اما دا طویل المدت منابع نه دي چې همیشه دي وي. یعنی دا منابع په ختمېدو دي، باید دې ته داسې پلان ګذاري وشي چې دولت وکولی شي هم د خپلو طبیعي منابعو نه عاید لاسته راوړي او هم بدیله لار ولري چې د طبیعي منابع د خلاصېدو سره سره دوی کومې بدیلې لار لري لکه مالیات یا نور مسایل چې دوی خپل عواید لاسته راوړي. حکومت هم گفته است که برای 11 پروژه بزرگ که کارهایش نیمه تمام مانده بودجه اختصاص یافته است و کار این پروژه ها در سال جدید مالی آغاز خواهد شد.